قسمت 95 قهرمان واقعی. این زمین لرزه به شدت 6.6 ریشتر در ساعت 5:26 صبح اتفاق افتاده. طبق آمار رسمی این زمین لرزه 26271 قربانی و 30000 مجروح و صدها هزار نفر بی خانمان به جای گذاشته. این بابا جانه بابا چرا این آدم ها خونهشون رو محکم نساختن که وقتی زلزله میاد خراب نشه؟ خب تو اون منطقه خیلی از خونه ها قدیمی بودن. یعنی قدیما زلزله نمیومده که خونه ها رو محکم نمیساختن؟ چرا پسرم، زلزله همیشه بوده، چیز جدیدی نیست. خب پس چرا از همون اول خونهاشون رو محکم نساختن؟ آخه اون موقع که علم انقدر پیشرفت نکرده بود پسرم، اون وقتا خونه ها رو با تیرای چوبی و خشت و اینجور چیزا میساختن. این خونه ها هم در مقابل زلزله نمیتونن زیاد تاب بیارن. خب بعدن که علم پیشرفت کرد چرا خونه هاشون رو محکم نکردن که اگه زلزله اومد خراب نشه و زیر آبا نمونه؟ دانه جان بعضی اونقدر وضع مالیشون خوب نیست که بتونن خونه هاشون رو از نو محکم بسازن. آخه زلزله ممکنه دوباره بیاد. درسته پسرم، ولی اینکه همه خونه های قدیمی از نو ساخته بشن که در مقابل زلزله مقاوم باشن کار سختیه. خیلی برنامه‌ریزی و وقت و پول و تخصص میخواد. اونجرا ماما کی به زلزله زده ها کمک میکنه؟ کسی هست نجاتشون بده؟ بله، گروه های امدادی. اونا اونجا مستقر میشن و به زلزله زده ها کمک میکنن. اونجا که خیلی جای خطرناکیه، حتما کلی پول میگیرن مگه نه؟ نه پسرم، خیلی از این آدم ها داوطلبانه میرن اونجا. اونا خیلی آدم های بزرگی هست، مردم هم خیلی دوستشون دارن، مثل یه قهرمان واقعی. قهرمان واقعی، فکرش بکنی بچه ها، به همه کمک کنی، همه مردم دوست داشته باشه، خیلی خوبه. آره، مثل مرد عنکبوتی که همه دوست داشته. مرد خفاشی، اون به همه کمک میکنه، همه را از شر دزدا و آدمای بد نجات میده. ولی بابا میگه این قهرمان واقعی فیلماست، ما خودمون میتونیم قهرمان بشیم. اون وقت که همه خیالشون راحت میشه که اگه زلزله بیاد یکی هست که نجاتشون بده. یه بس اصلم صرفه، فکر کنیم ببینیم امروز چی بازی کنیم. خب همینی که من گفتم میتونیم بازی باشه دیگه. چی؟ زلزله بازی؟ یا قهرمان بازی؟ هر دوتاش، علکی نمیگم، جدیه جده میگم. ای وای زلزله، زلزله وای، یه قهرمان بیاد من رو نجات بده. قهرمان اینجاست پسر جون، از نقصه نخور، خودم الان به جنگ زلزله میرم. آی زلزله من جستگه، کار دمومه. بیمزا، اگه دقیق سب کنیم بهتون میگم بازیش چجوریه. بفرمایید بگید این بازی زلزله که شما اختراع کردید چجوریه؟ خیلی بال، الان بهتون میگم. آی خدایا، این چه زلزله بود وسط زیب خوردن من. حالا اگه چرا دیگه تکون نمیدی؟ مثلا زلزله هستا. خیلی بامزه از این موزن، مردم از خنده. چرا همش داده هوار میکنه؟ اومدی تو بازی بقیم مسخره بازی در بیاری؟ آخه تو همش بعد چیزی بخوری؟ تو یه قهرمان زده خفگی میخوای، نه زده زلزله. اگه همینجوری بلان بولی یه روز میترکی. آخه شوخی شوخی داشته بلای زرم میومده، دست درد کنه پوریا، تو خودت یه با قهرمانی. خب آره، ولی من همیشه که پیشت نیستم نجاتت بده. وقتی یه قهرمان بشی باید هر وقت لازم شد سرکلت پیدا بشه، مثل مرد عنکبوتی. تو که همه اینجای بس، کی داره حالا چیکو تکون میده؟ ایشگی زمین داره خودش تکون میخوره. قهرمان زلزله نبوده که، از این ماشین گدا بود که از تو کوچه رد شد. پشو بابا چنین شدیم. چی داری میخونی مزا؟ از سر که تلویزیون برنامه اون زلزله نشون داد، بابا گفت هر کی بتونه جون آدم ها رو نجات بده همه خیلی دوستش دارن. منم رفتم از سحر کتابای کمک های اولیه رو گرفتم که یاد بگیرم چجوری به مردم کمک کنم. آره منم خیلی دلم میخواد
اگه کاری بتونم بکنم جلوی زلزله رو بگیرم و مردم رو نجات بدم. چی داری میگی؟ جلوی زلزله رو که نمیشه گرفت. نه منم نمیگم جلوی زلزله رو بگیرم، میگم دوست دارم یه کاری بکنم که زلزله میاد مردم خونه هاشون خراب نشه، یا برم آدم های زلزله زده رو نجات بدم. آره این خیلی خوبه. وای زلزله اومدم بکشیم، دستتون درد نکنیم. سلام بابا بایا. سلام دانا جان، روز بخیر. سلام اوزیگم. سلام، چطور گل پسر؟ خوبم ممنونم. چی شده بابا بایا؟ خونمو خراب شده؟ خدا نکنه خونه خراب بشه، یه تیکه از ایوار نم کشته ریخته، چیزی نیست درست میشه. ریخته؟ این خونه دیگه قدیمی شده بابا جون، بعضی وقتا باید یه دستی به سر و روش بکشیم، اگر نه خرابیاش بیشتر و بیشتر میشه. یعنی باید محکمش کنیم؟ آه گربونه بچه باهوش برم. بله آقا دانا، همیشه میگن کار از صفکار عیب نمی کنه. یه دقیقه صبر کنی، الان من همیام کمکتون. ماشاءالله کار یده دوست داره. بیا باشه، بیا علی داره چی کار بکنه؟ همینجا بذارش. همین دانا دیگه کاری نداری، من باید برم. نماشه جا برو، دست در نکنه. دانا جون داری چی کار میکنی؟ اون چیه دیگه؟ نمیدونیم بابا بزرگ، چقدر گشتیم تا تونستیم همچین چیزی پیدا کنیم، خیلی هم سنگین بود. آه گربونه گل پسر، حالا با این همه زحمت این الوارا آورده که چی بشه؟ آوردیم که دیوارو محکم نگه داره دیگه، که اگه زلزله اومد نریزه. خدا نکنه زلزله بیاد، ولی اگه بیاد 10 تا از این تیرام کارگر نیست. گل پسر شما اون دستت وردار که هم سیمانو خراب کردی، هم با اون رد دستت یه یادگاری رو دیوار خونه بابا بزرگ گذاشتی. ببخشید دوستی در حواسم نبود. قصه نخور، تارش مالست میکشی خلاص. اب نداره بابا، بیا اینجا کنار من، کار بنایی خطرناکه. راستی چی شده که تو اینقدر به این کارا علاقه مند شدی؟ من وقتی بابام راجع به قهرمانا گفت، منم خیلی دلم می‌خواست یه قهرمان باشم که مردم از زلزله نجات میده. میخوام مردم منو دوست داشته باشن. حتی خواب دیدم یه قهرمان شدم. ولی آفرین نوه گلم، این که خیلی خوبه. ولی نمیدونم باید چه کار کنم، هر کاری میکنم خراب میشه. مثل چند دقیقه پیش. ببین بابا جون، این کارا با فکر درست نمیشه. اگه میخوای یه کار درست حسابی بکنی، باید دنبال علم و دانشش بری. باید خوب تلاش کنی و باید کاری کنی که بقیه نتونستن انجامش بدن. به این میگن خلاقیت. خلاقیت؟ بله، یعنی یه کار نو با یه شیوه نو. یعنی مثلا چه کاری بابا جون؟ منم نمیدونم بابا جون، باید گشت و پیدا کرد. اگه همه میدونستن چی کار باید کرد، که مسائل دنیا تا حالا حل شده بود. تو باید راه خودتو پیدا کنی، یه راه نوآورانه. البته باید برای رسیدن به هدفت اول خوب درس بخونی، تلاش کنی، بعدش مهندس شهرسازی شی و یه فکری برای زلزله و خونه‌های قدیمی بکنی. خونه ما هم یادت نره. شهرسازی؟ آره بابا جون. پس ما هم برای مبارزه با زلزله به پا می‌ریزیم. چیه؟ میخوام خوب درس بخونم تا مهندس شهرسازی بشم، اون وقت نوآوری میکنم و بعدش یک کاری میکنم وقتی زلزله اومد هیچکی خونش خراب نشه. بابا بزرگ میگه این که با آدما کمک کنه خیلی بیشتر از هر کاری کیف میده، اینجوری آدم یه قهرمان واقعی میشه. محسوب همو گفت شب داشتی تا دیر وقت درس میخوندی. آفرین بابا جون. آره مادر، این که اینقدر به فکر پیشرفتی کلی مایه افتخاری. مطمئنم خدام حتما کمکت میکنه. چای بریزیم واسه این قهرمان واقعی. بیا بشین اینجا پیش خودم. نه بابا، بیا بشین اینجا پیش من قهرمان. دعوا نکنیم بیاد بشینه پیش پدر با.